بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي قتادة قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لحاقن رأي. حاقن یعنی کسی که محصوره، فشار ادرار و غیره، این رأی نداره این اصلا. لذاست که در نماز هم مکروه هست که انسان زیر فشار مشغول نماز بشه، چون حواس انسان جمع نیست. این حالا اول حدیث. بعد می‌فرماید که ولال ملول صدیقون، آدم ملول دوست و صدیق پیدا نمی‌کنه. ملول یعنی کم حوصله، آدمایی که خستن، افسردن، کم حوصلن، انسان همراه و رفیق پیدا نمی‌کنه. درست. اگر می‌خواهید کار جمعی بکنید، با جماعت حرکت کنید، مسابقه بدید، پیش بیفتید، باید با نشاط باشید. اینی که ما مرتب بگیم نشاط، توی صحبت‌ها و گفته‌های مکرر بنده تکرار می‌کنم نشاط، بعضی‌ها خیال می‌کنن که نشاط یعنی رقاصی، فلان برنامه‌ای نمی‌دونم موسیقی رو، فلان برنامه چیچی رو فلان جا بذاریم، توی نمی‌دونم تئاتر بگذاریم، توی تلویزیون بگذاریم تا مردم نشاط پیدا کنن. نشاط معناش این نیست. نشاط یعنی حوصله کار، نشاط کار، تحرک، دل انسان آماده باشه برای حرکت کردن، کار کردن، فعالیت کردن، خسته و ملول و افسرده و اینها نباشه. این معنی نشاط. اگر این شد، اون وقت انسان همکار هم پیدا میکنه، دیگران هم میان دور شما جمع میشن، کار رو پیش میبرید. به خصوص شما جوان ها خیلی به این احتیاج دارید. بعد فرمود ولا لحسود غنن. آدمی که حسود هست بی نیازی پیدا نمیکنه. آدم حسود طبیعتش اینه، چون نسبت به برخورداری های افراد این حسادت میکنه. یه اثر طبیعی خدای متعال در این قرار داده که انسان عقب میفته. و لیس بحازم من لم ينظر فی العواقب. حازم یعنی آدم خردمند، باهوش، کسی که کار رو محکم کاری میکنه. همه اینا در کلمه حزم وجود دارد، هم محکم کاری کردن، حزام به اون بند، مثلا بندی که چیزی رو محکم میکنه، چه زیر شکم شتر رو، چه کفش رو، بهش میگن حزام، محکم کاری کردن. و همچنین به معنای هوشمندی و عقل و خردمندی هم میاد. مجموعه اینا در کلمه حزم هست. میگن اون فرماید که اون کسی که عاقبت کار خودش رو ملاحظه نکنه، این خردمند و محکم کار نیست. ببینید اینا همه درس است برای ماها، به خصوص اون کسانی از شماها و ماها که یه مسئولیتی دارند، در یک نقطه تصمیم میگیرند، تصمیمی میسازند یا تصمیمی میگیرند. خب یه کاریست که آدم خوشش میاد انجام بده، منفعتی هم داره، اما عاقبتش رو در نظر نمیگیره. وارد کار میشه بدون اینکه، فرض کنید که ظهر تابستان
آدم وارد حیات خونه میشه، حالا که حیات کمه، اون وقتایی که حیات بود ما این مثال میزدیم همه میفهمیدن، وارد حیات خونه میشه، حوضه وسط حیات پر از آب زلال، انسانم بدنش داغ شده، عرق کرده، فوراً پیرهن رو میکنده و خودشو میندازه توی آب. کار بدیه؟ نه. اما این آب که شما خودتو تو آب انداختی، این آب موج برمیداره. روی این پاشوره حوض یک لیوان بلور قیمتی رو گذاشتن. این میخوره به اون، میوبته، میشکنه. اگر چنانچه شما از اول فکر اینو کرده بودی، جور دیگه میرفتی تو آب. عاقبت رو فکر نکردی، دنباله رو فکر نکردی، لذا خودت انداختی توی آب. این شد نتیجه. اون کسی که عاقبت کار رو فکر نکنه، حازم نیست. وقتی که دارید مسابقه میدید، بدونید این حرکتی که شما انجام میدید، طرف مقابل شما در مقابل این حرکت شما چه حرکتی انجام خواهد داد. فکر اونو بکنید. و اون وقت برای اون حرکتی که او بعداً خواهد انجام داد یه آمادگی پیدا کنید، بعد حرکتتون شروع کنید. این عاقبت کار رو دیدن، اینا برای همش درس ها، اینا درسای فردی هم نیست، درسای مهمی است برای مسائل مهم کشور، برای اداره کشور، برای مدیریت های کلان. البته به درد خانواده و به درد زندگی شخصی هم میخوره. اینا این دستورات اخلاقی اینجوریست. و لیس به حازم من لم ینظر فی العواقب و نظر فی العواقب تفتح القلوب. دل رو باز میکنه، یعنی منافذ فکری انسان رو، منافذ روحی و معنوی انسان رو باز میکنه اگر ما در عواقب کارمون دقت کنیم. اگر در عاقبت کارامون دقت کنیم، گناه نمی کنیم، فسق نمی کنیم. لغزش هایی که معمولا برای ما پیش میاد، از اون لغزش ها اجتناب میکنیم. اگه با عاقبت کارمون فکر کنیم، هم در مسائل شخصی اینجوره، هم در مسائل بزرگ اینجوره، هم در مسائل کلان کشوری اینجوره. اگر اینجور شد، اون وقت دیگه با امید باید بریم پیش. من توصیه‌ام به همه کسانی که مدیریتی دارن، مسئولیتی دارن، چه در قوه مجریه، چه در قوه قضاییه، در مدیریت‌های گوناگون، اینه که افسردگی و ملالت رو، بی‌حوصلگی رو از خودشون دور کنن، ناامیدی رو از خودشون دور کنن. این یک، بدونن که کار داره پیش میره، حرکت میکنه. ما انقلاب به توفیق الهی دیدید 22 بهمن چه حادثه عظیمی در این کشور اتفاق افتاد. انقلاب دیگه، انقلاب داره حرکت میکنه، پیش میره. 40 سال از نهضت عظیم این ملت و امام و بزرگوار میگذره، باید همه چی از یادها رفته باشه. مردم جوری با این حادثه برخورد میکنن مثل اینکه همین دیروز اتفاق افتاد. اینجور میان تو این خیابان ها، تو این تهران، تو این خیابان های منتهی به میدان آزادی، جمعیت جلو نمیتونست بره، اونطور که به من از جاهای مختلف گزارش دادن. شهرهای دیگه هم همینجور. از همه سالهای قبل از این سالهای گذشته جمعیت بیشتر آمدن. چرا؟ چون تهدید دشمن بیشتر بود، مردم احساس نشاط و احساس تکلیف کردن. این داره کارها پیش میره. بنابراین بی‌حوصلگی و اینا رو همه بذارن کنار، اهم از مدیران ارشد، مدیران متوسط، مدیران پایین. این یک. دوم، عاقبت اندیشی. کاری که میخوان انجام بدن ببینن عاقبتش چی میشه. این تصمیمی که شما موقعی بگیری، این حرکت رو تصویب کنی یا رد کنی، ببین عاقبتش چی میشه، دنبالش چیه، حرکت دشمن در قبال این چیه، شما چه کار میتونی بکن. اینا رو فکرشو بکن، بعد اون وقت عمل کن. مخلصاً لله. صفحه 301.